سلام دوستان، خب تو جلسات قبل ما داده های خودمون رو از اکسل اومدیم فراخوانی کردیم و گفتیم که داده ها به صورت جدول جدول فراخوانی میشن. حالا اگر توی یک شیت باشه اون شیت کلا یه جدول در نظر گرفته میشه، یا اگر تو خود اکسل ما تیبل های مختلف داشته باشیم هر یه تیبل یه دونه جدول تو اینجا در نظر گرفته میشه، یا اینکه میتونیم مثلا از پایگاه داده های دیگه داده ها رو فراخوانی کنیم. اما یه سری داده ها هستن که باید ثابت باشن، نیاز نیست حتما ما بریم از یک پایگاه داده ای بخونیم یا حتما توی یک اکسلی داشته باشیم. به طور مثال من الان توی داده های فروشم، اگر توجه بکنیم بریم تو قسمت دیتا و یو، تو اینجا من اولویت دارم. اولویت های من از مثلا کریتیکال هست، های هست، لو هست، میدیوم هست و حالا دیفاین نشده. من میتونم SLA تعریف کنم. SLA، حالا منظورم از SLA چیه؟ یعنی حد، یعنی آستانه دیر کرد. بر فرض مثال من اینجا یه تاریخ اوردر دارم از زمان سفارش تا زمان ارسالم یه بازه زمانی میبره. این بازه زمانی به طور میانگین مثلا واسه مواردی که کریتیکال هستن نباید بیشتر از یه روز باشه بر فرض مثال، یا اینکه مثلا برای های نباید بیشتر از 2 روز باشه یا 1.5 روز باشه. SLA اون حدهای آستانه هستن که ما واسه خودمون تعریف میکنیم تا رضایت مشتری رو جذب کنیم. اگر بیشتر از 1 روز یا 2 روز بشه، مثلا 1 هفته بشه، 2 هفته بشه، مشتری ناراضی میشه. دیر کرد داریم واسه اینکه برسه به دست مشتری، مخصوصا اونایی که کریتیکال یا های هستن. خب این SLA ها یا تارگت ها چیزهایی هستن که در واقع ما واسه خودمون تعریف میکنیم، واسه فرایندامون تعریف میکنیم تا عملکرد هامون رو بسنجیم. این یه مثالش هست. خب حالا چطور میتونیم این جدول رو اضافه بکنیم؟ ببینین ما 2 تا روش داریم، یا اینکه جدول از همون ابتدا همه چیزش به صورت دستی باید وارد بشه، یا اینکه میتونم از طریق این جدولایی که دارم اول یه چیزی بسازم بعد اگر خواستم باز یه چیزایی بهش اضافه کنم، یعنی جدول محاسباتی هستش. خب من برای اینکه جدول محاسباتی داشته باشم میتونم بیام تو قسمت تیبل تولز و یه دونه نیو تیبل بزنم. واسه اینکه جدول کاملا ثابت داشته باشم میتونم اینتر دیتا رو بزنم. حالا اول بیایم مثلا جدول ثابت رو ببینیم با هم دیگه. من اینتر دیتا رو میزنم، اینجا میگه اسم تیبلت رو به من بگو. مثلا من میگم سنت SLA های ارسال. خب بعد میام اینجا کالم 1م رو میکنم پرایوریتی. خب بعد حالا دیتامو میتونم اینجا اضافه هم بکنم، کریتیکال بود، های بود، میدیوم بود، لو بود و نات اسپسیفای. خب این میشه ستون اول. حالا ستون دوم دقیقا روی این ستاره میزنم. ستون دوم هم اسم گذاری میکنم، مثلا میگم SLA، مثلا واسه کریتیکال ها 1 روز، مثلا اینجا میتونم بنویسم SLA بر اساس دی باشه. خب 1 روز. بعد اینجا مثلا میتونه 1.5 روز باشه. میدیوم ها 2 روز باشن. لو ها مثلا دیگه 3 روز باشن. نات اسپسیفاید هم بر اساس همون 3 باشه. خب بعد میتونم لودش کنم. ادیت رو اگر بزنم چی میشه؟ اون ترانسفورم دیتا میاد واسه من. خیلی امکانات بیشتری داریم و میتونیم کارهای مختلف رو انجام بدیم باش دیگه. مثلا من اینجا میتونم دونه دونه اینا رو هم ادیت کنم. اینجا اگر بخوام میتونم ریپلیس ولیوز بکنم، یا بگم مثلا دیتا جدید دوباره وارد بکنم. اینتر دیتایی که همونجا دیدیم اینجا هم هستش، یا کارهای دیگه ای بکنیم دیگه. خب پس من یه جدول ساختم، حالا میخوام ببندمش، اپلای و کلوز میکنم. اونجا همونجا میتونستم لودم بذارم که لود میشه. الان میبینیم که اینجا جدول من رو واسم اووردش و اینجا قرار داد همون جدولی که ساختم. حالا باز اگر خواستم میتونم نیو کالم بکنم و کالم های جدید بهش اضافه کنم. کاری که باید اول از همه انجام بدم بعد اینکه جدولمو ساختم چیه؟ باید بیام تو قسمت مدل، اینجا بیام ریلیشنش رو درست بکنم و تعریف بکنم. الان ناکنیم به صورت پیشفرض ریلیشن رو شناخته و واسه ما قرار داده. خب
اینجا ریلیشن رو درست آیا شناخته، باید پرایوریتی رو به پرایوریتی وصل کرده باشه. من اگر بزنم روی این داره نشون میده که کدوم دوتا ستون به هم وصلن. به خاطر اینکه درست هست دیگه ادیتش نمیکنم. اما اگر درست نبود یا نشناخته بود دیگه میدونیم چطور باید ریلیشنش رو تعریف کنیم. حالا که ریلیشن داریم میتونیم گزارش هم داشته باشیم. گزارش رو چطور میتونیم داشته باشیم؟ من الان تو گزارشم ناکنین SLA ها رو با پرایوریتی های اینجا بندازم، یه جدول هستم بندازیم. خب اینجا بذاریم من اصلا تو یه دونه ریپورت جدید داشته باشیم اینو که بهتر باشه. اینجا SLA بزنیم. خب بعد اینجا یه دونه اولویت رو میندازم و SLA رو میندازم. الان SLA رو داره میندازم. حالا من میخوام ببینم که در واقعیت میانگین ارسال های من رو اینجا باشه و با این بتونم مقایسهش کنم دیگه. چی کار باید بکنم؟ میتونم بیام توی سلز دیتا ببینیم من چیزی به نام زمان ارسال ندارم. من باید بازه زمانی اوردر دیتم رو و سنت دیتم رو، اختلاف بین این دوتا رو محاسبه کنم و بذارم تو اینجا. برای این کار میتونم یه دونه کالم کلکیولیت کالم به این سنت تیبل هم اضافه کنم. میتونم بیام تو جدول سیلز دیتا، بیام تو قسمت حالا جدول ها سیلز دیتا، یه دونه کالم اضافه کنم کلکیولیتد کالم. اینجا نیو کالم میزنم و بهش میگم مثلا باز مدت زمان ارسال، تفاوت بین دوتا ستون رو میخوام حساب بکنم دیگه، یعنی سنت دیت هم منهای اوردر دیت هم میشه. اینم می نویسم سنت دیت دیف مثلا. بعد میام می نویسم که سیلز دیت های من اوردر دیت هم با منهای سیلز دیتا سنت دیت بشه و اینتر رو میزنم. خب این ستون رو واسه من اضافه میکنه و اختلاف بین اونا رو حساب میکنه، اینجا میاره به صورت روز میاره دیگه. فقط اینجا توجه بکنیم که اینجا داره بد نشون میده به ما، نامبر نشون نمیده، داره دیت نشون میده. من میام اینجا دیتا تایپش رو میکنم هول نامبر. البته بهتره که دسیمال نامبر بذاریم چون یک و نیم روز هم میتونیم داشته باشیم دیگه، دسیمال نامبر میذاریم. خب اون وقت میتونیم ببینیم که منفی داریم حساب میکنیم. چرا؟ آها، اول باید سنت دیت رو منهای چیز میکردیم. ما باید سنت دیت رو منهای اوردر دیت میکردیم که منفی نشه، چون زمان ارسال بعد از گرفتن سفارش دیگه. خب حالا اینتر رو میزنیم، حالا درست شدش. خب این به روز داره میگه که چقدر اختلاف زمانی طول کشیده تا من یه سفارش رو ارسال بکنم. حالا میتونم بیام توی نمودارها، توی این جدولم، این چیزی که اضافه کردیم رو توی اینجا داشته باشم. تیکش رو میزنم، میبینیم که میانگین اینجا جمع کرده. من میانگینش رو میخوام دیگه، سام کرده، میانگینش رو قرار میدم اینجا واسه من میانگین رو میذاره که چقدر اختلاف داره. حالا میتونم از نمودارها استفاده بکنم اینو بهتر نشون بدم. خب یه روشش این هستش که من میتونم از نمودارهای همین مستطیلی مثلا استفاده بکنم که بیام مقایسه کنم اینا رو با هم دیگه، از همین نمودار مستطیل استفاده بکنم بتونم این موارد رو با هم دیگه مقایسه بکنم. بعد لژندش رو بعد اینو بندازیم توی اینجا values، حالا بهتر شدش. خب یه روششه. یه چیز دیگه هم که هستش، من میتونم مثلا از این مولتی را کارت ها استفاده بکنم که اینم چیز قشنگ و جالبی هستش. میتونم بزرگش کنم. خب بعد اینجا میتونم فیلداش رو اضافه بکنم، مثلا فیلد اولویت SLA date رو اضافه میکنم. این اولویت ها رو اینجا واسه من قرار داده، بعد زیرش اومده SLA date ها رو قرار داده و حالا میتونم send date off رو بذارم که اینجا واسه من قرار میده. این رو هم باید بکنم average. این فرقی نداره چی باشه چون هر کدوم یه عدده دیگه، خب نیازی به summarize نداره. من اینجا میتونم ببینم که میانگین ها به چه صورت با هم دیگه تفاوت دارن. یه ذره حالا اینا رو بزرگترش میکنیم. و
پس از این هم میتونیم استفاده کنیم که بتونیم اختلاف ها رو بهتر ببینیم. مثلا 1.52 در صورتی که باید 1 باشه، 1.41 1.5 باید باشه و غیره. خب یه نمودار دیگه هم هستش که نمودار KPI هست. این نمودار KPI چی هستش؟ همونطور که میدونین KPI مخفف Key Process Indicator هستش، یعنی شاخص‌های کلیدی فرایند. ما این شاخص‌های کلیدی رو در طی زمان اصولاً بررسی می‌کنیم ببینیم آیا شاخص خوب هستش توی بازه ما قرار گرفته یا نگرفته. برای این کار ما نیاز به بازه زمانی داریم، مثل این نیستش که اینطوری نشونش بدیم. چیکار باید بکنیم؟ مثلا میام اینجا میبینین دیگه ایندیکیتر دارم، ترند ایکس دارم، یعنی اینجا ترند من بر اساس چی باشه، روند رو بر اساس چی بکشه، و تارگت گول دارم. تارگت گول من چی هستش؟ این SLA هستش. اینو تیکشو میزنم، یعنی الان اشتباه رفته اونجا، میارمش اینجا میشونم. کانت کرده. اینجا اگر توجه کنیم من SLA ها رو جدا جدا واسه کریتیکال دارم، های دارم، لو دارم، میدیوم دارم و نات اسپسیفاید دارم. اگر بخوام همه اینا رو با هم در نظر بگیرم چطور؟ میتونم اوریجش رو بگیرم. پس حالا میتونیم مینیمم ماکسیمم رو هم در نظر بگیریم. اگر سختگیرانه بخوایم بریم جلو مینیمم رو در نظر میگیریم. اگر ساده تر بخوایم بریم جلو ماکسیمم رو در نظر میگیریم. اما الان چون من میخوام متوسط باشه همون میانگین رو میگیریم. خب بعدش من واسه ایندیکیتورم چی هستش؟ سنده آف من هست، دیفرنس من هستش. اینم میندازم اینجا. حالا ترند لاینم رو بر اساس چی بکشم؟ میتونم بر اساس تاریخ ارسال ها در نظر بگیرم، زمان های ارسال، و اصولا یا ماهانه یا سالانه یا فصلی میرن جلو. حالا من اینجا الان فصلی رو انتخاب میکنم. ببینید تو هر فصل تغییرات رو میتونیم نگاه بکنیم، یا اینکه مثلا اینو تیکشو برمیدارم تو ماه در نظر میگیرم. تو هر ماه میتونیم تغییرات رو نگاه بکنیم که چطور بوده. خب اینجا اگر توجه کنین داره به من سبز نشون میده و میگه تو وضعیت خوبی هستیم، و داره میگه که مثلا هدف من 2.1 من 2.44 رسیدم، یعنی میانگین من، میانگین زمان ارسال من 2.44 هستش، در صورتی که هدف من 2.1 هستش. پس من الان تو وضعیت خوبی نیستم، بیشتر از هدفم. به خاطر اینکه این الان ما باید بگیم این معکوسه، یعنی اگر بالا باشه بده، پایین باشه خوبه، پایین بیاد بهتره. و اینجا هم داره درصد نشون میده. من میخوام مثلا این رو به صورت ولیو نشون بده. چیکار باید بکنم؟ باید بیام قسمت فرمتش. تو اینجا من کالر کد دارم و گولز دارم و ایندیکیتر دارم. این ایندیکیتر واسه این 2.44 هستش که من دارم اینجا میبینم. خب که میتونه مثلا الان دیسپلی یونیت مثلا به 1000 نشون بده، یا الان چون 2.44 خوب داره نشون میده، چیز خاصیش رو لازم نیست عوض کنیم. جنرال که کلیاتش هست که چی. تو قسمت گولز این پایینه گول هستش، میتونم موارد مربوط به این رو تغییر بدم. خب هدفم رو تغییر بدم که مثلا اینجا پرسنت داره نشون میده، من میتونم ولیو کنم، بگم آقا الان 34% مثبته، یعنی بیشتر ایندیکیتور من. خب و این خوب نیستش دیگه. حالا میخوام اینجا دیستنس دایرکشنم رو تعریف کنم. میگه increasing is positive، نه decreasing is positive. پس الان باید منفی 3.44 بشه تا خوب بشه. خب من منفی 3.44 تا باید بشم. بعد حالا این البته سلیقه یا میتونیم مثبت منفیشو خودتون تعریف بکنین چجوری هست. کالر کد هست که مهمه. الان تو کالر کد های از گود هستش، در صورتی که واسه ما لو از گود هستش. الان چون زیاد هستش باید قرمز باشه، و هر چقدر کمتر بشه بهتر هستش دیگه. خب پس الان به حالت قرمز رسیدیم. دیت من آفه، اینو آن میکنم. واسه دسامبر رو داره نشون میده، یعنی واسه آخرین ماه رو داره نشون میده، آخرین ماه سال هستش که داره نشون میده. الان یه چیزی رو توجه کنیم، من اینجا کلیک بکنم، این رو بزرگش میکنم. من میخوام شو از تیبل رو بزنین. اینجا داره نشون میده که چجوری داره محاسبات رو انجام میده. این الان SLA تونه که 2.1 تو ماهای مختلف رو داره بهتون نشون میده که اینا هستن. آخرین ماه منم 2.44 هستش، یعنی روند رو داره به من نشون میده، و اینجا دارم میبینم که آخریش چقدر هستش. من میتونم یه کاری هم بکنم دیگه، ترند
عکسمو اگر آف بکنم فقط این عدد آخر دسامبر رو ببینم. هر وقت که اضافه میشه ماه جدیدتر رو دارم میبینم دیگه. و بعد میتونم فیلتر واسش بندازم. هم میتونم فیلتر رو بکنم آقا من میخوام بر اساس آخرین سال ببینم دیگه. اینو میتونم بندازم توی فیلترز اینجا. بعد بیام اینجا بکنمش بیسیک فیلترینگ و بعد بکنمش مثلا 2012 که اینجا میتونم سال به سال ببینم. خب آخرین سال رو دارم هم. که الان بسا آخرین سال مثلا ماه دسامبر توی بازه ما هست. یه چیز دیگه هم که دوست دارم داشته باشم فیلتر روی اولویت ها هستش، یعنی به ازای اولویت های مختلف رو هم ببینم دیگه، که میتونم این پرایوریتی هم بندازم توی فیلتر اینجا و بعد میتونم اینجا فیلتر کنم. گفتیم که اگر داشبورد رو بخوایم در اگر بخوایم اینو در اختیار افراد بذاریم توی پاور بی آی کلاود میتونن اینجا بیان خودشون هم این کار رو انجام بدن. الان من میتونم روی هر کدوم از اینا که خواستم کلیک بکنم و اونا رو با هم ببینم یا جدا جدا ببینم، یا اینکه میتونم اصلا بذاریم بیام بک بکنیم توی ریپورتمون، بیام توی این ریپورت میتونیم اصلا اینم کوچیکش بکنیم، یه دونه اسلایسر واسش بندازیم که اولویت اینجا باشه. من اولویت هم میندازم توی اسلایسرم. خب حالا اینم میتونم بکنم دراپ داون. حالا میتونه مثلا سلکت آل رو هم بزنم. حالا این رو هم میارم این بالا اینجاش قرار میدم. حالا اینا نمودارا هم میتونین داشته باشین، این رو هم داشته باشین که به این صورت مثلا یا همش رو آن بکنیم بتونه ببینه یا اینکه نتونه ببینه. الان یه کاری بکنیم، به جای اینکه من اینجا فیلتر سالانه داشته باشم و ماه به ماه ببینم، بهتره که اصلا فیلتر سالانه داشته باشم. خیلی وقت ما KPI هامون سالانه هستش دیگه. اینجا سال رو میندازم تو آخرین سال من به چه صورت بوده و حتی میتونم فیلترش کنم و اینجا میتونم مثلا به صورت کل مشاهده کنم تو کل سال، و یا اینکه مثلا بیام فیلترش کنم فقط کریتیکال ها رو ببینم که چطور بوده. الان واسه کریتیکال ها جالب نبوده زیاد، ولی واسه های خوب بوده. واسه لو چطور؟ واسه لو هم خوب نبوده. واسه میدیوم چطور؟ میدیوم خوب بوده. not specified ها هم خوب بوده. پس ما باید بیایم ببینیم چرا کریتیکال های ما که مهم هستش خوب نبوده. 1.5 روز طول کشیده، در صورتی که باید 1 روز طول میکشیده. خب اینو باید بررسی بکنیم بتونیم. خب اینم میشه در واقع نحوه ایجاد جدول ها توی پاور بی آی که از ابتدا چجوری میتونیم جدول رو تعریف کنیم. گفتیم یه مدل دیگه هم هستش که من میتونم بیام توی مدلینگ یه دونه نیو تیبل بزنم. این نیو تیبلی که میذارم دیگه باید فرمول بنویسم اینجا. خب مثلا تیبلم رو تعریف کنم که چی هستش. حالا من میام تو قسمت تیبل ها، بعد تو اینجا بهتر میتونیم نمایش رو نگاه بکنیم. توی تیبل تولز نیو تیبل رو میزنم. الان یه تیبل جدید داره واسه من درست میکنه. این تیبل جدید من مساوی چی باید باشه؟ خب من اول اسمش رو عوض میکنم، مثلا مینویسم مای نیو تیبل مساوی میذارم. حالا اینجا به جای اینکه من بخوام بیام فرمول بنویسم، اول یه دونه نیو کالم اد میکنم. مثلا اینجا میخوام بگم کالمم برابر هستش با سام سام مثلا پروفیت های من. اینجا اومده واسه من مجموعه کل پروفیت ها رو حساب کرد. در نظر بگیرین چرا من مجبور بودم اینجا سام بذارم و کل سریز دیتا پروفیت هم اصلا نتونستم بیارم اینجا؟ به خاطر اینکه الان این یه تیبل جدیده و هیچ ارتباطی بین این مای نیو تیبل من و این سریز دیتا من نیست، ولی میتونم بگم که آقا بیا یه ستون از اون رو جمع کن بذار اینجا. من باید مثلا اول کالم هامو تو این تیبلم تعریف کنم، بعد روزش رو تعریف کنم، هر رکوردش چی باشه. میتونم از این سیلز دیتا یه سریار فیلتر کنم بریزم این تو و کار دیگه بکنم که
نیاز به فرمول‌های دکس داره که یه مقدار پیشرفته تر هستن و ما اینجا اگر نمیخوایم زیاد وارد فرمول‌های دکس بشیم که زمان گرفته بشه، بیشتر میخوایم در خصوص همین خود پاور بی آی و چطور میتونیم ریپورت خوبی تهیه بکنیم صحبت کنیم. بخاطر همین زیاد وارد فرمول دکس الان نمیشیم و از این دیگه خارج میشیم و ماي نیو تیبل رو دیگه همینطوری فقط میذاریم باشه که استفاده ای نمیکنیم. فقط توجه کن رنگش هم فرق داره، این ماي نیو تیبل اینجا رنگش حالت آبی داره. خب این از این مورد. بیایم توی نمودارها. من اینجا این ترند لاین شاخصامون هم میذارم آن بشه که ببینیم در هر سال ما چطور رفتیم و آخرین سال چطور پیشرفت کردیم. میبینیم که ما کم بودش، بعد یهو خیلی زیاد شد، کم شد، باز دوباره زیاد شدش. که حالا اگر بخوایم دیتیلش هم ببینیم که گفتیم میتونیم شد از تیبل رو بزنیم. چرا اینطوری شده؟ آقا اولش نگاه کن 1.9 بوده، خیلی خوب بوده، بعد 2.2 شده رفته بالا، بعد 1.95 شده اومده پایین، بعد 2.2 شده که آخریش هست سال 2012. خب اینم از نحوه تعریف جدول ها تو خود پاور بی آی و اینکه نمودار KPI ما چطور میتونیم استفاده بکنیم. ممنونم از توجهی که داشتین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.